سلام، با 180 ثانیه جمعه 29 آذر ما رو همراهی کنید. یک نماینده مجلس ایران پذیرش و اجرای ضوابط جهانی ضد پولشویی را برای ادامه واردات غذا و دارو به ایران لازم دانسته است. بهروز بنیادی، سخنگوی فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس، گفته است چه بانکهایی که در کشورهای دوست ما هستند و چه بانکهایی که در سایر کشورها هستند، اگر بخواهند اقدامی را جهت همکاری با ما انجام دهند، آن را به پذیرش CFT منوط می کنند. اصغر صبوری، معاون هماهنگ کننده نیروی سپاه قدس، روز پنج شنبه گفته است وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه حکومت ایران تبدیل شده است، به گونه ای که در این وزارتخانه 300 نفر علیه جمهوری اسلامی فعالیت دارند. محمد رضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، اعلام کرد شب گذشته سامانه ارتباط با مشتریان اینترنت در 25 استان مختل شد که در حال برطرف شدن است. در دو روز گذشته شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود با توجه به لزوم انتقال سامانه نرم افزاری ارتباط با مشتریان اینترنت پرسرعت از سرورهای موجود به سرورهایی با معماری و زیرساختهای جدید، از ساعت 2 تا 8 صبح جمعه سامانه ارتباط با مشتریان متمرکز قطع و از دسترس خارج می شود. تعدادی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشگاهیان لبنان گروهی را تشکیل دادند تا از راه‌های مسالمت آمیز با نفوذ سیاسی حزب الله لبنان مقابله کنند. حزب الله لبنان یک گروه اسلامگرای شیعه تحت حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده ایران است که به خصوص در جنوب لبنان از قدرت فراوانی برخوردار است. متیو تویلر، سفیر ایالات متحده آمریکا در یمن، پنج شنبه ایران را به بحران سازی، آتش افروزی و تلاش برای بی ثبات کردن منطقه متهم کرد. او گفت ایران یکی از نیروهای اصلی است که برای گسترش بی ثباتی در منطقه تلاش می کنند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، پایتخت افغانستان، روز جمعه اعلام کرد یافته‌های ابتدایی این دفتر نشان می‌دهد که در حمله هوایی اخیر در ولایت هلمند این کشور 23 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک قطار مسافربری کره جنوبی روز جمعه برای اولین بار پس از 10 سال از مرز گذشت و وارد خاک همسایه شمالی این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسافران این قطار عده‌ای مهندس راه آهن بودند که مأموریتشان رسیدگی به خط ریلی فرسوده کره شمالی و آماده سازی شبکه ریلی میان دو کشور است.